در خبرهای افغانستان و جهان از تلویزیون آشنای صدای امریکا، در حالی که فقط 50 روز به مبارزات انتخاباتی ایالات متحده باقی مانده، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاخت و تاز بر همدیگر پرداختند. مقام‌های واشنگتن و مسکو علاقمندیشان را برای توسعه آتش بس یک هفته‌ای در سوریه ابراز داشته و می‌گویند انتقال کمک‌ها هنوز آغاز نشده. و رهبران جهان برای اشتراک در جلسات سالانه مجمع عمومی در نیویورک گرد هم جمع می‌شوند و موضوع جنگ سوریه و بحرانات مهاجرین در صدر اجندایشان قرار خواهد داشت. بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. برنامه امروز شنبه 27 ماه سنبله سال 1395 شمسی مطابق به 17 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی را از شهر واشنگتن دی سی با امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنم. در این برنامه تازه ترین اخبار و رویدادهای مربوط به افغانستان و سایر نقاط جهان را پیشکشتان میکنیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشین. در سلسله مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه یک بار دیگر گفته است که محافظین هیلری کلینتون باید خل سلاح شوند. از جانب دیگر دونالد ترامپ که در طول مبارزات انتخاباتی تابعیت رئیس جمهور اوباما را به دیده شک می‌نگریست، پذیرفته است که آقای اوباما در آمریکا تولد شده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با یک ادعا در برابر رقیبش هیلری کلینتون یک غوغای تازه را برپا کرده است. این نامزد جمهوری خواه در تازه ترین اظهاراتش باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را متولد امریکا خوانده، اما ادعا کرده است که موضوع بحث بر انگیز اسناد تولد رئیس جمهور اوباما را ابتدا هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2008 مطرح کرده بود. هیلری کلینتون و کمپین انتخاباتی سال 2008ش مباحثه تولد را مطرح کردند. من آن را خاتمه دادم. من میگویم که رئیس جمهور اوباما در ایالات متحده تولد شده بود. حال ضرورت داریم تا دوباره روی ساختن یک امریکای قوی و عظیم توجه کنیم. هیلری کلینتون ضمن رد این ادعا در گذشته گفته است که دونالد ترامپ باید از رئیس جمهور اوباما و مردم این کشور معذرت بخواهد. باراک اوباما در امریکا تولد شده بود. مسئله واضح و ساده است و دونالد ترامپ مدیون او و مردم امریکا برای مزدخواهی است. یادآوری مکرر موضوع تابعیت رئیس جمهور اوباما توسط دونالد ترامپ این بار خشم اعضای انجمن سیاه پوستان کانگریس را نیز برانگیخته است. دونالد ترامپ به تمامی معنا یک شخص متعصب و نفرت انگیز است و این موضوع را که گویا رئیس جمهور اوباما یک آمریکایی نیست چند سال قبل آغاز کرده بود. او هیچ مدرک ثبوت در این مورد ندارد. او این ادعا را هیچگاه در برابر میت رامنی، جان مککین و یا هر سفید پوست دیگری که برای رئیس جمهوری کاندید می بود نمی کرد. اما او این کار را در برابر رئیس جمهور اوباما کرده است. از جانب دیگر دونالد ترامپ یک بار دیگر گفته است که هیلری کلینتون تلاش دارد تا حق داشتن سلاح را از امریکایی ها حذف کند و گفته است که اگر خانم کلینتون با داشتن سلاح مخالف است، ابتدا باید محافظین خودش خلع سلاح شوند. حال شما می دانید که هیلری کلینتون مخالف حق داشتن سلاح که در قانون اساسی به مردم داده شده است می باشد. او هر طرف چنان با محافظین می رود که هیچگاه ندیده اید. فکر می کنم محافظین او باید خلاص سلاح شوند. درست؟ آنان باید هر چی زودتر خلاص سلاح شوند. او به سلاح نیاز ندارد. سلاحشان را بگیرید و ببینید که با او چی خواهد شد. بسیار برایش خطرناک خواهد بود. اما دفتر خانم کلینتون با نشر یک اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ مسیر را تعقیب می کند که مردم را به خشونت تحریک می کند. زدوبندهای انتخاباتی میان نامزدان حزب جمهوری خواه و دموکرات در حال تشدید یافته است که کمتر از 2 ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
اجساد دو آمریکایی جوان که در جریان نبرد با شورشیان داعش در سوریه کشته شدند با فامیل‌هایشان در آمریکا سپرده شد. این دو جوان لوی شرلی 24 ساله و مک تگرت 22 ساله است که هیچگاه شامل اردوی آمریکا نگردیدند، اما ضرورت آن را احساس کردند که در راه مبارزه علیه دهشت افغانی خدمت کنند. این دو جوان در تابستان امسال با گروه People's Protection Units، یک گروه چریک‌های کردی پیوستند که علیه شورشیان داعش در سوریه می‌جنگند. جسد یک جنگجوی دیگر آمریکایی به نام ویلیام ساویچ که 27 سال داشت نیز به ایالات متحده انتقال داده شد و برای پدرش در ایالت کارولینای شمالی تسلیم داده شد. یک تعداد موترها با نشانهای ملل متحد دیده شد که روز شنبه از ترکیه از طریق بندر سلویگازو وارد شهر حتی سوریه گردید. لاری‌های امدادی ملل متحد برای چندین روز در ساحه گمرک سرحدی گیر مانده و انتظار آن را می‌کشند تا کمک‌ها را به شهر تحت محاصره حلب و ساحات دیگر برسانند. مقامات مسئول روز پنجشنبه گفتند در قسمت انتقال کمک‌های بشری به سوریه با مشکلات مواجه هستند و علت آن را عدم دریافت اجازه دخول از طرف حکومت بشار الاسد می‌دانند. با گزارش سازمان عفو بین الملل، حدود 75,000 پناهجوی سوری در یک بیابان در مرز بین سوریه و اردن گیر مانده‌اند. در فیلم‌های نادر که از این منطقه گرفته شده نشان می‌دهد که مهاجرین در بیابان‌های خشک به سر می‌برند و صدها تن آنها به علت قطع مواد غذایی و کمک‌های صحی برای آنها به خطر مواجه می‌باشند. هشدار از بحران و وضعیت وخیم پناهجویان در یک بیابان در مرز سوریه و اردن در آستانه دو نشست در ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت که روی بحران جهانی پناهندگان دایر می شود. شرح بیشتر در این گزارش. سنگ ها و سنگریزه های گورهای پراگنده و موقت که نشانه ای از درد و رنج بی حد و حصر ده ها هزار تن از پناهجویان است. در کمتر از یک سال تعداد آنها در این مرز متروک از چند صد تا حدود 75,000 افزایش یافته است. برخی از مردمی که ما توانستیم با آنها صحبت کنیم با شرایط واقعا دشواری روبروند. آنها گفتند مواد غذایی تمام شده، امراض و بیماری در حال گسترش است و برخی از افراد به دلایل بیماری قابل پیشگیری در حال مرگ هستند. مرز میان سوریه و اردن از ماه جون بدین سو و هنگامی که 6 سرباز اردنی در یک حمله انتحاری با بمب تعبیه شده در موتر توسط شورشیان مظنون داعش کشته شدند مسدود گردیده است. حداقل به طور موقت آنچه که آنها نیاز به انجام آن دارند اجازه از سرگیری عملیات بشردوستانه در منطقه مرزی میان سوریه و اردن است. در اوایل ماه آگست برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با استفاده از جرثقیل‌های بزرگ به اندازه یک ماه مواد غذایی و کمک‌های طبی را بر ساحه مرز و نقطه‌ای که دو کشور را از هم جدا می‌سازد پرتاب کرد و اما اکنون این مواد تمام شده است. اردن سالهاست که هشدار می‌دهند که آنها به نقطه خواهند رسید که به تنهایی و بدون همکاری کار در زمینه انجام داده نخواهد توانست. جهان ماهاست که وضعیت خطیری را درک کرده است، اما هیچ راه حل مطرح نشده است. این نشانه یک مشکل گسترده تر است. عفو بین الملل به منظور حل بحران دو جانبه پناهندگان از جامعه جهانی خواستار گرد همایی در هفته روان شده است که یکی از اجلاس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر نشست رهبران جهان به میزبانی آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده است که روز بعد آن برنامه ریزی شده است. اگر ما واقعا به این بحران پناهندگان مبارزه کنیم، باید یک راه حل بین ملی وجود داشته باشد و به همین دلیل ما در حال تلاش برای دعوت رهبران جهان برای نشست این هفته در اجلاس سران اوباما به طور خاص هستیم. گروه های کمک می گویند وضعیت وخیم در مرز اردن و سوریه نشانه آشکار از شکست جهان در مقابله با بحران پناهندگان است. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، اخبار را با خبر از افغانستان ادامه می دهیم. یک کماندان شبکه حقانی در پکتیا کشته شد. مقامات ولایت پکتیا می گویند که دیشب در ولسوالی احمد خیلین ولایت درگیری میان نیروهای امنیتی و شبکه حقانی به وقوع پیوست. نقیب احمد عتل، سخنگوی والی پکتیا، به صدای امریکا گفت درگیری زمان به وقوع پیوست که شماری از مخالفین مسلح به رهبری قاری نقیب بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی احمد خیل حمله کردند. به گفته عتل، در این درگیری قاری نقیب، کماندان شبکه حقانی، کشته شد و دو محافظ وی زخم برداشتند. شبکه حقانی رهبری جنگ را اکنون از سوی مخالفین مسلح به دوش دارد، ولی در مورد کشته شدن این کماندان هنوز چیز نگفتند. مبارزه و نبرد حکومت علیه جنگجویان طالبان با شورشگرایی القاعده، شبکه حقانی و شورشیان گروه دولت اسلامی بغرنج و پیچیده شده. عده‌ای از کارشناسان روز جمعه در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن موضوعات ضعف و قوت گروه های شورشی، تفاوت های عملیاتی و واکنش علیه همدیگر و علیه طالبان را مورد بحث قرار دادند. آنها همچنان در مورد قابلیت نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه گروه های شورشی سخنرانی کردند. فکر میکنم در حال حاضر غیر واقع بینانه خواهد بود که انتظار داشت نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند شورشیان را شکست دهند. چیزی را که در مورد آن صحبت میکنیم این است که نیروهای افغان بتوانند از قلمرو تحت کنترلشان دفاع کنند و دهشت افغانان را در حاشیه نگه دارند. کارشناسان همچنان بحرانات سیاسی فعلی در حکومت وحدت ملی و تأثیر آن بر طرز العمل نیروهای امنیتی را به بحث گرفتند. به نظر من آنچه قابل تأسف است این است در حالی که در اوج داریم بحرانات سیاسی هم جریان دارد. امیدوار هستم حکومت افغانستان بتواند در فصلهای خزان و زمستان موضوعات سیاسی خود را حل کند تا توجه کامل به نیروهای امنیتی معطوف گردد. کارشناسان به این عقیده هستند که مخالفت‌های موجود در بین حکومت وحدت ملی منجر به بی‌توجهی به نیروهای امنیتی کشور گردیده است. قرار است کنفرانس دو روزه برای جلب سرمایه گذاری در سکتور انرژی افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر دوبی برگزار گردد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که برگزاری این کنفرانس به هدف جلب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی داخلی و خارجی است. ای که این کنفرانس تا کدام حد میتواند توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب کنه، از مهمان برنامه محترم انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار، متخصص امور انرژی افغانستان، میپرسیم که از استودیو کابل با ما هستند. آقای مایار، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان. در ابتدا اگر بگوین که لطفاً به صورت مشخص بگوین که سکتورهای خصوصی در کدام بخش ها میتونه که سرمایه گذاری کنه. تشکر. ما هم به نوبه خود سلام های خود از طریق تلویزیون وزین شما به شما و بینندگان افغان در سراسر دنیا و بخصوص در کشورهای پنج قاره جهان تقدیم میکنم. سوال بسیار خوبی هست. دولت افغانستان فعلا ابتکار عمل در دست گرفته و پلان پنج ساله خودکفایی انرژی را طرح کرده و به خاطر از اینکه این پلان بهتر و به شیوه دقیق تر تطبیق شود کوشش میکنه سکتور خصوصی را جلب بکنه که در ماه آگوست 2015 قانون برق افغانستان از توشه رئیس جمهور منتخب کشور گذشت. یعنی به این معنی که زمینه برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی مساعد شده و امروز قدم بیشتری برداشته شده که شما شاهد عزیزتین که فردا یک شنبه و پس فردا دوشنبه در دبی کنفرانس با اشتراک 120 نهاد بین المللی از 25 کشور جهان و 40 کمپانی سکتور خصوصی افغانستان در اشتراک کرده. بله. و البته در ایجا تمام برنامه ها و پروگرام هایی را که دولت افغانستان برای 5 سال آینده مطرح کرده که از جمله 15 پروژه اولویت داره است که از منابع رنوبل
یعنی منابع انرژی آفتابی، انرژی بادی و انرژی جیوترمال و غیره و همچنان از منابع سایر منابعی که بتانه برای افغانستان این انرژی زودرس تولید بکنه با اشتراک سهمداران ملی و بین ملی و از جمله سکتور خصوصی افغانستان و همچنان سرمایه گذاران بین ملی در اینجا دعوت شده تا اونا بیشترتر تشویق شوند و قانون برق افغانستان که یگانه مشوق و بانی منافع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان است دیگه توضیح خواهد شد. آقای مار شما ببخشیم این پروژه ها از تا کدام حد شما فکر می چقدر خوشبین هستین شما که تا کدام حد میتونه که واقعا جلب و جذب کنه سرمایه ها سرمایه گذارای خارجی و داخلی را به خصوص سرمایه گذارای داخلی که اینا اردو البته داخلی و خارجی که با موجودیت نگرانی های امنیتی چقدر فکر میکنین که مؤثر واقع خواهد شد؟ سوال بسیار خوبی هست. بیشتر از هر زمان دیگه فعلا برای سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان زمینه مساعد شده. اول دولت پالیسی مشخص داره، پالیسی ملی انرژی افغانستان تدوین شده، قانون برق افغانستان که بانی این منافع طرفین باشه، هم سرمایه گذار و هم دولت، از تولید تا به توزیع و تا به انتقال همه در اینجا پیش بینی شده و همچنان شرایط سهل به خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی آماده شده. به این معنا که فعلا شرایط امنیتی در نقاطی که پروژه ها مطرح است کاملا تامین است، دولت تامین میکنه امنیت این پروژه ها را و همچنان سکتور خصوصی بخصوص در پروژه باغدره که 240 مگاوات در تولید خواهد کرد و همچنان در پروژه مامایی بالای دریای کوکچه و همچنان 100 مگاوات نغلو و 40 مگاوات ننگرهار حصارشاهی 12 مگاوات فرا و این تمامش مربوط به پروژه های سکتور خصوصی از 10 مگاوات هم در قندار اعلان شده و اداره بین المللی انکشافی آمریکا 10 میلیون دلار حمایت تشویقی را از این پروژه اعلان کرده، متباقی مصارف از این کمپانی های خصوصی البته با پیش میبره. در حقیقت زمینه عاجل و زمینه عملی برای حمایت سکتور خصوصی آماده شده و دولت در قانون که ایجاد کرده و پاس شده این سهولت ها را برای سکتور خصوصی در نظر گرفته و همچنان اداره رگولیتری یا اداره ناظم خدمات برق در افغانستان در جنب وزارت انرژی و آب افغانستان ایجاد شده و همچنان چیز مهمتر ایست که وزارت انرژی و آب افغانستان اینا پلان 5 ساله خودکفایی را روی دست داره که در اوجا سکتور انرژی افغانستان ریستراکچرینگ کرده یا به اصطلاح تجدید ساختمان کرده و پروژه های اولویت داره در نظر گرفته. مثلا 5357 کیلومتر با ارزش 1728 میلیون دلار اینا برای شبکات ملی و همچنان با سبستیشن ها و ترانسفارمر استیشن ها در نظر گرفته. فعلا دولت میفهمه چه مقدار کار در کجا انجام بده. کار به طرف تمدید شبکه به طرف قندهار ادامه داره تا غزنی کار ازو تکمیل شده. البته تمدید و بعض بندها فیزیبیلیتیش تکمیل شده. بله با معذرت ببخشین شما البته قرار است مثال برجستش قرار است که پلان‌های خودکفایی انرژی را گفتین که هفته گذشته که از طرف شورای عالی اقتصادی تایید شد در کنفرانس تشریح داده شده سرش، اگر به صورت مختصر سر از این پلان‌های خودکفایی صحبت کنین برام بفرمایید. بله شما می‌بینید که در اینجا این پلان تا 2025 2000 مگاوات من حیث المجموع تولید خواهد کرد که 500 مگاوات از این مربوط به انرژی آفتابی یا سولر انرژی میشه و یه البته 2000 مگاوات در حدود 4.5 الی 5 میلیارد دلار ضرورت داره که دولت اینو تضمین کرده، این را به شکل بریکداون و به شکل یک ماتریکس تنظیم کرده و طوری که 50% از این پروژه ها از طریق سکتور خصوصی باید عملی شوه، 30% از این از طریق جامعه دونر و 20% هم دولت در سهم خود داشته باشد. در حقیقت این یک نوع مشارکت وسیع بین سکتور خصوصی، دولت و جامعه بین المللی هست که یک دو اعتماد و دقت کامل در پروژه ها در شفافیت تطبیق از او به وجود میاره و مثال برجستش پروژه کجکی دوم است که فعلا کمپانی 77 ترکی بالا از او کار میکنه. بله. و قرار است از 51.7 مگاوات به 100
به 151.7 مگاوات ارتقا پیدا بکنه و طوری که شما دیدین طوری که شما میبینین پروژه های سولر در نقلو که دیزاین از این جریان داره از بخش سولر و همچنان در سرشایی و سایر نقاط ادامه داره فیزیبیلیتی استدا هم تکمیل شده. یک جهان تشکر از شما جناب محترم انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار. از شما جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتین و به سوالای ما پاسخ گفتین. در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نظر شما را در مورد ای که آیا سکتورهای خصوصی خواهند توانست احتیاجات مردم را در زمینه انرژی مرفوع سازد خواسته بودیم. البته اعضای صفحه به گونه‌های مختلف نظریات خود گذاشته بودند که آقای بیروز سادات از کابل نوشتند بله دولت نمیتواند به وجه احسن به تمام امورات رسیدگی کند، باید تمام بخش‌های دولتی به سکتور خصوصی واگذار شود، در این صورت اشتغالزایی هم بیشتر می شود. با سپاس از اعضای صفحه که هر روز نظریات خود را از این طریق با ما در میان می گذارند، شما نیز اگر می خواهید نظریات خود را با ما شریک سازید به این آدرس رجوع کنید و عضو شوید facebook.com/voatv آشنا. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است، تعهد به منشور صدای آمریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است کوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. ایالات متحده آمریکا میگوید انتخابات پارلمانی روسیه در مورد البته انتخابات پارلمانی روسیه را در مورد منطقه تحت اشغال کریمیا به رسمیت نخواهد شناخت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه گفت موقف ایالات متحده در مورد کریمیا واضح است. این شبه جزیره من حیث یک جزء اوکراین باقی خواهد ماند. ایالات متحده همچنان تعزیرات وضع شده علیه روسیه را به همین دلیل تا زمان ادامه خواهد داد که روسیه اداره کریمی را دوباره به اوکراین بسپارد. کربی افزود که ایالات متحده عمیقاً در مورد اوضاع بشری در کریمی نگران است، با خصوص در مورد گزارش‌های تخطی حقوق بشر و مفقود شدن تاتارها. روسیه در ماه مارچ سال 2014 کریمی را از اوکراین جدا ساخت و تحت کنترل خود درآورد. رئیس جمهور اوباما گرد همایی دو حزبی را در قصر سفید به منظور کسب حمایت از تجارت و همکاری های حوزه اقیانوس و آرام راه اندازی کرد. در این گرد همایی که جان کیسک والی ایالت اوهایو و کاندید سابق ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه حضور داشت، آقای اوباما معاملات تجارتی را برای موقف آمریکا در مارکت های جهان بسیار مهم خواند. آقای اوباما گفت برای آمریکا مهم است که قوانین را برای اقتصاد بین المللی ایجاد کند و گفت که موجودیت تجارت حوزه اقیانوس آرام این زمینه را مساعد می سازد. رهبران جهان در جریان هفته جاری در شهر نیویورک گرد هم می آیند تا در جلسات مجمع عمومی ملل متحد شرکت ورزند. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که جنگ سوریه و بحران مهاجرین ناشی از آن در صدر اجندای این جلسات قرار خواهد داشت. شرح بیشتر را از همکارم در این گزارش می‌شنوید. رهبران می‌خواهند تا گسترش تأثیرات جنگ سوریه عمدتاً سیل مهاجرت را به کشورهای همسایه و اروپا محدود نمایند. آنها درباره این موضوع در دو جلسه سران بحث خواهند کرد که روی مهاجرین تمرکز می‌نماید. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میزبانی نخستین جلسه را روز دوشنبه به عهده خواهد داشت. کشورهای بیشتر باید امکانات اسکان مجدد را برای آنان فراهم کنند که به ترک خانه هایشان مجبور شدند. کشورهای بیشتر باید فواید مهاجرت را بپذیرند و هر کس در هر جا باید در برابر خصومتی که بسیاری مهاجرین و اقلیت‌ها با آن مواجه می باشند استادگی نمایند. رئیس جمهور باراک اوباما بر روز سه‌شنبه جلسه دوم را میزبانی خواهد کرد. ما انتظار داریم که این جلسه منجر به تعهدات جدید و دوامدار به تقاضاهای ملل متحد در مورد کمک‌های بشری، برنامه‌های گسترده اسکان مجدد برای مهاجرین و یا هم راه‌های متبادل قانونی برای پذیرفتن مهاجرین شود. اما نگرانی‌های هم وجود دارد که این دو جلسه با بهبودی وضعیت تقریباً 5 میلیون مهاجرین سوری کمک نخواهد کرد.
توافق سیاسی یگانه راه حل بحران سوریه است. من مطمئن هستم که در مورد در مجمع عمومی صحبت خواهد شد، اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نمی‌آید و اگر پوتین در آنجا نباشد ما یک بحث جدی در مورد سوریه نخواهیم داشت. ایالات متحده و روسیه در اوایل این ماه در مورد یک آتش بس و کمک رسانی به داخل سوریه روی یک معامله موافقه کرده اند. این دو کشور همچنان پلان دارند تا در هدف قرار دادن دهشت افغانان به شمول گروه دولت اسلامی همکاری نمایند. موفقیت و ناکامی این معامله مسیر بحث‌های نیویورک را تعیین خواهد کرد. شورای ملل متحد به روز چهارشنبه با حضور مقامات آن‌رتبه کشورهای عضو جهت بحث روی سوریه تدویر جلسه خواهد کرد، اما توقع چندانی از نتایج آن برده نمی‌شود. واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می‌شود، نه در تالار شورای امنیت. زمان باقی مانده هفته عمدتاً متشکل از بیانیه‌های رهبران در مجمع عمومی خواهد بود. برخی از رهبران برجسته جهان مانند ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و انگلا مرکل در این گردهمایی حضور نخواهد داشت. باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا برای آخرین بار در مجمع عمومی شرکت می‌نمود. همچنان این آخرین مجمع عمومی برای بان کی مون با عنوان سرمنشی ملل متحد خواهد بود. دوره تصدی یک دهه او به تاریخ 31 دسامبر سال روان خاتمه می‌یابد. تاج امین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. یک هزار سال قبل از آن که شکسپیر داستان معروف عشقی رومیو و جولیت را بنویسد، یک داستان قدیمی تر عشق، خیانت و قدرت به نام انبر و عبده وجود داشت. اکنون برای اولین بار این داستان کهن برای استیج تئاتر نمایش داده می شود. نخستین نمایش آن در لبنان برگزار می گردد و نقش آفرینان آن می گویند که امیدوارند که از این طریق نمایش، البته از طریق این نمایش نامه، جهان را از غنای فرهنگ عرب آگاه سازند. گزارش جان اوونز را خبرنگار صدای امریکا را از همکارم می شنوید. این یک داستان حماسی است که در سطح عالی بیان می شود و هدف این است تا با مثابه یک داستان باستانی افتخارات، خیانتها و عشق در شرق میانه بازتاب داده شود. داستان انتر و ابله پیشینه بیش از 1000 سال دارد، اما اوپرا یا نمایشنامه توأم با موسیقی آن اکنون ترتیب یافته است. یکی از دست اندرکاران این نمایشنامه در اداره ملی حفظ موسیقی لبنان می گوید که آنان برخلاف شیوه اوپرای غربی این نمایشنامه را طوری نوشتند که در عربی سروده شده بتواند و در آن افزون بر قصه عربی عناصر از موسیقی عربی نیز به کار رفته است. جهان عرب انتظار آن مرحله مهم را دارد تا این نمایشنامه مانند نمایشنامه های ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی در لیست جهانی نمایشنامه های اوپرا شامل شود. رسیدن تا این مرحله یک امر آسان نبود. طوری که مردم لبنان معلومات اندک در مورد نمایشنامه های اوپرا دارند، گروهی بیش از 80 نفر ممثلین مجبور گردیدند تا در هر جایی که امکان در اختیار دارند تمرین کنند. ما سالن اجرای نمایش اوپرا نداریم و همچنان فاقد محلی می باشیم که مخصوص اوپرا باشد، پس این مشکلی است که باید به آن رسیدگی شود. مکسیم شامی در نمایشنامه های مختلف کار کرده است. او به این نظر است که سعی برای آفریدن یک چیز کاملا جدید ارزش خوب دارد. زمانی که ما یک نمایشنامه ایتالیایی را ترجمه میکنیم، لغات آن با موسیقی مطابقت نمیداشته باشد. شما زمانی میتوانید آن را بیشتر احساس و ابراز کنید که نمایشنامه به زبان شما باشد. در پشت صحنه بسیاری ها به این امیدند که کار آنها علاقمندی مردم را با اوپرای عربی افزایش خواهد بخشید. در حالی که بیشتر مردم شرق میانه با اثر جنگ متضرر گردیدند، دیگران آرزو دارند تا این نمایشنامه را تماشا کنند. آنها امید دارند که این داستان عشقی پیامی را خواهد داشت که فراتر از لبنان به خوبی منعکس شود. ما هنرمندانی داریم که در رشته موسیقی و تئاتر نابغه‌اند. ما همه آنها را یکجا کردیم تا این اپرای عربی را تولید کنیم که حامی پیام صلح به تمام جهان باشد. تاج امین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. و خبر هم در مورد آیفون جدید. تیم کوک رئیس شرکت اپل از یک صف طولانی از مشتریان استقبال کرد که به انتظار به دست آوردن آیفون جدید 7 در فروشگاه اپل در پالو آلتو کالیفرنیا انتظار می‌کشیدند و حتی برای گرفتن عکس سلفی با یک عده از مشتریان توقف کرد.
آیفون 7 و 7 پلاس در فروشگاه‌های اپل در سراسر جهان به روز جمعه رسید. بینندگان محترم، در ختم برنامه دری قرار داریم. از شما دعوت میکنیم که پیش تلویزیون هایتان باقی بمانید تا چند لحظه دیگه برنامه پشتو ما با تازه ترین اخبار جهان و مطالب بسیار عمده، البته به میزبانی همکارم برشنا عمرخیل، آغاز میشه. خدا نگهدارتان. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند.